ما کرای خانه سرم دار خود است. من نوار خانه ندارم خودم استم کلاشوی میکردم مرا جواب داد که مرا زکاتی خود میاری گردنکش مایده شانهش مایده از دختره کن خانه آلا میکرشم مرا میبور باره دکا که پا این ما کرای نمیدی دختر در دا کرای خانه میگیرم نه کرای خانه دارم و نه دوا دارم اصابم دوای اصاب میگیرم ندارم پیسه کن. به نام خداوند به اندازه مهربان و نهایت عزیز. سلام بیننده عزیز، امیدوار هستم صحت باشید، سلامت باشید، لباس عافیت بتن داشته باشید. بیننده عزیز، من امروز بسیار خوش هستم. تشکر از کسایی که خاله ریزه گل کمک کردن، همکاری کردن. بیننده عزیز، شما ویدیو قبلی رو دیده بودین که ما یک مقدار مواد خوراکه به خاله ریزه گل آورده بودیم تا که اما مشکلاتی داشتن رفع شود. اما مشکل اساسی که مانده بود کرایه خانه زینا بود و مشکلی که در خانه پیش شده بود اتا یک تقاضایی کرده بودن از دختر از اونا که واقعیت مرا بسیار تو احساساتی ساخته بود، جگرخون ساخته بود و تمام بینندهایی که دیده بودن همشان جگرخون شده بودن. ما وطنهای عزیز ما کمک کردن، کرایه از خانه را دادیم، مشکلاتشان را اونجا رفع کردیم و بالاخره آمدیم اینجا برشان یک خانه دیگه گرفتیم کرشمشان که این خانه البته دو اتاق داره، یک مقدار دستکاری کار داره، چون در هر جای اول در یک خانه بیری باید کمک خود دستکاری کنیش تا خانه آمده شوه. ما این خانه را برش گرفتیم، شش ماه کرایش دادیم برش و یک مقدار پول نقد برش میدیم. خاله ریزگل چطور است این خانه؟ بدل تا نه است بدلم از بیادر جان خوش هستم. تشکر از پوششان که قدیما کمک کرد، از خیر ببینن زنده باشن، خدا صد ساله کنشانه، خدا عجد نصیبشان کنه. که ما خوشحال هستم که دخترم از گریز و خلا شد، پیسه کشان دادی جم کرای خانه مره ندادی، خدا شما زنده داشته باشه. قدیمه که کس کمک کرد است تشکری میگیرم پیشش، خدا کمک کنه قدیم، شکر خاله ریزه گل، خدا صد ساله کنه، خدا ایماندار کنه، ایمانش خدا پاک خطا نکنه. که قدیمه کمک کرد امر از جنجالا از چیزا کشیده که جا خوشحال هستم، خانه خود جور میکنم، خوشحال هستم اینجا. تشکر خاله ریزه گل، خوشحالی شما آرزوی ماست. این مقدار پول نفت هم از شما بگیرین که باز کارتان بخیر مصرف کنیم. کرشمه جان بخیر ببینی. ما هم به نوبه خود دوستای عزیز سلام خدا خدمتتون تقدیم میکنم و امیدوار عزیز هستم که صحتمند و خوش و خوشحال باشین و روزای رمضانیتون کاملا به صحتمندی و خوشحالیتون سپری شود. و در ضمن از او امروز واقعا جای خوشحالی هم است به خاطر اینکه از طریق کمک هموطنای با احساس ما که همیشه از خود غیرت و همت و احساس به خرج دادن و خاله ریزه گل و امثال از این خانواده که واقعا نیاز داشتن به همکاری و حمایت همیشه همکاریشان کردن. و لیستی که سلامت باشین و دوستای عزیز، لیستی را که ما ترتیب کردیم از جمله هموطنای ما هستند که کیها از کجا و چه چه مقدار به این خانواده کمک ارسال کردن و در ضمن از اینکه ما چه کارهایی را انجام دادیم و در کل چقدر مصارف ای در بر داشته، او را میخوایم بخوانم یک بار شما هم متوجه باشین. مبلغ $100 کانادایی از طرف هموطن عزیز ما جناب جوشن صاحب از کانادا، مبلغ $100 کانادایی از طرف هموطن دیگه ما به نام وحید جان از کانادا، مبلغ $100 کانادایی یکی از برادرای دیگه ما حفیظ جان از کانادا، مبلغ $100 کانادایی دیگر از هموطن ما که به نام یونس جان می باشه، ایم از کانادا، و مبلغ $400 کانادایی یکی از دوستای بسیار عزیز ما که همواره یعنی از ابتدای ازی که ما برنامه مسائل رو تا شروع کردیم آغاز کردیم، فاو جان اینا همیشه خوشحال ای بوده که هر قدر تواناییشان که بوده، حتی بعضی اوقات کوشش زیره کردن که از او بیشتر خانواده را اینا کمک بکنن و واقعیت هم همیشه حمایتگر بودن در برنامه مسائل، همیشه همکاری خود با ما داشتن که به نام خداداد جان هستن از کانادا. بله بله دقیقاً. و که جمع کل این مبالغی که کمک شده برای از این مبلغ $8 کانادایی است که معادل 42,300 افغانی می شود، که ما از جمله مبلغ 12,500 افغانی کرایه خانه سابق از اینا رو ما پرداخت کردیم و مبلغ 15,000 افغانی کرایه خانه فعلیشان که فعلا ما اینجا قرار داریم و خودشان هم اینجا قرار است بعد از زندگی بکنه، پیش پرداخت با مدت 6 ماه برشان پرداخت شده و مبلغ 14,800 افغانی هم پول نقد متبقی از اینا میشه که فواد جان پیشتر مادر جان تسلیمتان کرد و امیدوار به این هستم که او را به سلامتی جانجوری و
از دل خوش باشه مرا بخرج بدن. خوشحال هستم، خوشحال هستم فرجان، خدا خوشحال داشته باشه، گوارم خیر بگی، خدا شما صد ساله کنه. زنده باشین، سلامت باشین در جمع شما. کمک کرد از هورم خدا صد ساله کنه که مرا بسیار از جنجاله کلان خلاص کرد. آمین آمین. انشالله که دعای شما را هم به درگاه حق قبول شود. زنده باشین، سلامت باشین. خدای پاک آل اولادش اجد نصیب بشه. زنده باشین، سلامت باشین. و دوست عزیز، کارهایی را که انجام داده بودیم و لیست را که ما ترتیب کرده بودیم که چه تعداد از هموطنای ما که خارج از افغانستان اونا زندگی به سر می بردن و چه مقدار از کجاها کمک ارسال کرده بودن به این خانواده، این را برتون به خانش گرفتم و ما چه کارهایی را انجام داده بودیم همیشه بر شما خواندم و در ضمن از دعای خیر این مادر ما را که باقی هموطنهای ما کردن که اینا رو کمک کردن، او را هم یک جا شنیدیم و در قسمت برنامه ما هم میخواییم به نوبه خود در کال از طرف تیم چینل آریا گروپ میخواییم یک تشکری خاص بکنم از تمامگی این هموطنهای ما که دانه در نام شبرتان گرفتم که واقعیت پر احساس هستن، واقعیت پر از عاطفه و احساس هستن که همیشه هموطنهای خود کوشش کردن اینا حمایت بکنن و همیشه کوشش کردن یک تغییر مثبت را در زندگی از نوارد کرده باشن با کمک که انجام دادن. دوستای عزیز، برنامه امروز خود تمام شد، شما منتظر برنامه های بعدی باشین. اگر میخواهید که از تازه ترین برنامه های مساعدت که برگرفته شده از مشکلات هموطنهای ما هستن، برگرفته شده از زندگی و نحوه و شیوه زندگی از اونا هست که چگونه زندگی میکنن، با چه مشکلات اونا دست پنجه نرم میکنن، اگر میخواهید با خبر شوین پس شما میتونید با لایک و سابسکرایب کردن چینل آریا گروپ میتونید با خبر شوین. در ضمن از در بخش کامنت هر نظر انتقاد پیشنهاد که دارین میتونید یک جا با ما شریک بسازین و سلامتیتان آرزومند استم. انشالله که متباقی روزای اندک رمضان که مانده ای هم مثل از اینکه ما روزای اول رمضان با حوصله مندی و خوشحالی و یک شور شوق تازه شروع کرده بودیم، ایران با خوبی و سلامتی با پایان برسانیم و روزای عید آمده. امروز ما خیلی خوش هستیم، البته رمضان در روزای آخرش رسیده، واقعا کمی آدم همین روزایی است که خسته ساخته میره دیگه. به مخاطر آرزومند از این بودم که با حوصله مندی کامل سپری بکنن و با خوشحالی و سپری بکنن. دوستای عزیز، همه ایتانو با خداوند پاک و لایزال مسپارم. شما منتظر برنامه های بعدی چینل آریا گروپ باشین. خدا نگهدار، سلامت باشین، قربان احساستان، خدا حافظ.